حضرت شاه و دیگر عرفا در آثار هم بیان نفهمند. این نص سری قرآنه در سوره فتح. نفهمند خداوند روز قیامت به مؤمنین شراب میده، به بعضی شراب کافوری میده، به ابرار، به بعضی شراب زنجبیلی میده، به بعضی شراب طهور میده، به بعضی شراب سلسبیلی میده، به بعضی در جام نقره‌ای میده، به بعضی ها در جام بلوری میده، به بعضی ها در جام طلایی میده. این شراب چیه؟ این آب انگور که نیست. نخیر، آب انگور ها برای جوهاله، برای حیواناته، سکر و مستی میاره، عقل رو مفصل میکنه. به همجد بزرگان عرفا فرمودن مستی ما از شراب معنوی است، نقل ما ناوی و نوای مصنوی است، باده چبت تا به ما مستی دهد، چرخ کبت تا به ما هستی دهد، باده در جوشش اسیر جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. پس این باده چیه؟ این همه صحبت مهم ازش. این دیدار علمای عامله، دیدار عرفاست، دیدار صوفیان حق است. همین دیدار، همین دیدن ریش و سبیل ششم ابرو مستی میاره، سکر میاره، نیاز به هیچ چیز دیگه نداره. به همجد تمام ائمه خدا علیهم السلام فمن معرفتی به نورانیه معرفت الله، کسی ما را به نورانیت بشناسه خدا را شناخته. و در سلسله الذهب حضرت رضا علیه السلام وقتی در نشابور متوقف میشن و از حضرت استدعا میکنن که برای ما حدیث بخوان، خب حضرت سر از کجوا بیرون بیره و به جمعیت به خاطر اینکه حضرت ولی عهد مأمون هست جمع شدن، به خاطر از رضا جمع نشدن. الناس علی دین ملوکهم، مردم بنده پادشاهان وقت هستند. چرا؟ به پول در دست زورویان و غداربندان آدم کشاست، به اینها جمعش اونجا، به ائمه کار ندارن. ائمه همه را در خانه های خودشون حبس میکردن یا در زندان میداختن و بسیار از اونها را شهید میکردند و میکنن. همیشه همین روال بوده و همیشه همین روال هست. و علم هم که میگن عرفا، علم به ثبات مربوط نیست. عرفا میگن علم هم دیدار همون عالم ربانی است، همون نبی یا ولی یا وصیه که او مستنیر است به نور رب العالمین. الله نور السماوات والارض، مثل نورهی، مثل نورش مثل چه؟ که مشکاتن، اینا چراغ هستن، چراغ الهی هستن. دیدارشون هم علم میفزاید و هم مستی میفزد، کمان که مولوی باز بیان میکنه. به کی؟ به شیخ وقتش. بگه مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این عید قربان است این. بگه این چشم ابرو و خط و خال لب و دهان چه هست که این همه عرفا در بارش صحبت میکنن؟ این صورت صورت الهیه، بچه الله هست. این که می فرمان اینا تولو فسم بچه الله، شما هر کجا رو نگاه کنید صورت خدا رو میبینید، ذات هدیت صورت نداره. همین صورت نبی یا ولی یا وصی است که بعد از اینکه مؤمن به تلقین ذکر موفق شد، اگر ادامه بده اون صورت رو در همه جا به خودش همراه میبینه، به طور که لحظه نه اون صورت از او غافل میشه
نه او از اون صورت غافل میشه. میگه بر هرچه بنگرم تو پدیدار آمدی، ای نان مود رخ تو چه بسیار آمدی، ای نما تولو فسمه وچ الله. پس شراب همان صورت نبی یا ولی یا وسیست، علمم همان صورت و جمال نبی یا ولی یا وسی است، کما که مولوی در جایی که باز بیان بکنه عاشقان را شد مدرس حسن دوست، یعنی زیبایی و مأمور الهی اون نبی یا ولی یا وسی این مدرسشونه، نه که برن حوزه علمی یا دانشگاه درس بخونن، نه دفتر و گفت و سبقشان قرآنشون روی اوست، خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا پیش تخت یارشان. حرفم نمیزنن ولی کسانی که درد داشته باشن با اونها بشینن بیقرار میشن. همونطور که آهن رو با نزدیک آهن که قرار بگیره آهن برکت در میاره، یا جریان الکتریسته اگر در بدن قرار بگیره بدن رو متشنج میکنه. درسشون چیه؟ چه درسی میخونن آقا؟ درسشون آشوب و چرخ و ولوله، بیقرارم، آرام ندارن یه دقیقه. نی زیادات است باب سلسله، تسلسل و دور فلسفی نمیخونن. خیر، به همین جد میبینه حضرت موسی علیه السلام وقتی خدمت حضرت خضر علیه السلام میرسه، حضرت خضر علیه السلام بهش دستور میده، میفهمد اگه میخوای با من همراهی کنی، همراه من باشی، شرط دارم من. میفهمد عرض من بفرمایید. میفهمد شرط اول این است که هیچ سوال از من نکنی. هر کاری هم که میکنم ایراد بر من نگیری. به یه اعتراض نکنی. حالا بعض از اشخاص به علت عدم آگاهی به احکام شرع برخورد میکنن به بعض از اشخاص دیگری که ادعای فقر درویشی دارن، در حقیقت کلاش هستن، بعد کلا سر اونا میذارن، کما که اخیرا یک کتاب نوشته نفر در رد بر تصوف برای چی؟ برای اون شخص در این آقا کلا گذاشته، به خودش درویش معرفی کرده. خب این از جهالت همون نویسنده کتابه، برای مسلمان نیست. چطور مسلمان نیست؟ مسلمان بوده که به حرفش اعتماد کرد؟ نه، مسلمان به حرف مسلمان که اعتماد نبود بکنه. ما حق نداریم اعتماد به کسی بکنیم. ما بر طبق دستوری در سوره بقره آیه 282 هست، در تمام معاملات و معاشراتات مکلف هستی عمل کنیم هر کاری. پس درسشون همون صورته، همون صورت نبی یا ولی یا وسیست که گاه بهش جبرئیل میگن، گاه بهش اسرافیل میگن، گاه بهش میکائیل میگن، به اسماء عدیده ای داره. وابسته به این است که سالک تا چه حدی نسبت به اون نور، نسبت به اون نبی یا ولی یا وسی معرفت و شعوری کسب کرده باشه. هرچه معرفت زیادتر باشه خب مسائل عمیق‌تر درک میکنه. گاهی طوری است که اون نبی یا ولی یا وسی رو همونطور که از ابراهیم علیه السلام ستاره رو به شکل خدا میبینه، یا حضرت موسی علیه السلام آتش رو به شکل خدا میبینه، آتش بهشون یا موسی اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، ای موسی من الله تو هستم، الله جز من وجود نداره، مرا بندگی کن، بعد رد میشه. تمام اینها حال است و درست هم است و غلط هم هست. دیگران بخون تعریف کنن غلطه، اما اون کسی که خودش مشاهده و مکاشفه میکنه برای خودش درسته، به شرط اینکه تفوه نکنه، یعنی پوز نده برای دیگران حرف بزنه، چون بالاترین معصیت همین پوز دادنه که به نظر ما خیلی
چیز ساده است. خیر هیچ چیز از معاصی کبیره به پای پوز دادن نمیرسه. همین تفاخر، تفاخر به ثروت، به علم، به ثبات، به جاه، به جلال، به منصب، به ثروت، به قبیله، به عشیره، هیچ معصیتی بالاتر از این نیست. چرا؟ برای این معصیت میگن تکبر، استکبار. ابلیس چقدر معاصی شرعی انجام نداده. از قال للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا، در ردیف ملائک بوده، الا ابلیس ابا و استکبر. چون ابلیس را خداوند علم لدنی آموخته بود، او را متصف کرده بود به صفات خودش، حتی همین امر واسه غرور شد. خودش از اون لجن که انسان از اون لجن درست شد برتر دید، بالاتر دید، واسه این گناه دیگری نداشته، گناه دیگری مرتکب نشده، نقص کرده، نقارت کرده، ندزدی کرده، نتجاوز به مال مردم کرد، نتجاوز به ناموس مردم کرد، هیچ. همین کار، همین عمل که همه ما متاسفانه به این بلا مبتلا هستیم. کسی با هم بگه فالا ششمه در بروست برون بخوره، این میشه معصیت کبیره. بزرگترین معصیت همینه. چون همه آلوده هستیم و نجس هستیم به این معصیت، خب در مسجد و منابر و کلیسا و کنیسا و دیر و صومعه هیچ وقت از این مسئله صحبت نمیشه. چون همه نجس، همه آلوده هستیم. اون صورت نبی یا ولی یا وسی تدریجا سالک را خرد خمیر میکنه، میشکنه او رو، از عبادات خودش هم شرمنده میشه. از الهی زین قیام و زین قعودم، زین رکوع و زین سجودم، جملگی استغفر الله، غلط کردم، خیال کردم نماز خوندم، غلط کردم، نفهمیدم، خیال کردم روزه گرفتم، غلط کردم، نفهمیدم، تصور کردم خمس زکات دادم، غلط کردم، نفهمیدم. چون در خور شأن تو نیست کارهای من. مورچه است که در دربار سلیمان باید هدیه ببره، بلکه به خود از سلیمان علیه السلام هم مور میخنده. باقی از سلیمان علیه السلام در مقام بود از عطایای الهی و از عنایات الهی که تمام عالم در تحت تصرفش بود، آفتاب گردان بود، نه آفتاب گردان بود. این بود که وقتی که برخورد میکنه به دانه موریانه، ملکه مورچه یا موریانه میاد بیرون، یکی از سر راه سلیمان کنار برید. عبد از سلیمان سخن حیوانات را میفهمید، این علم رو شتا کردن. از کنره سر راه سلیمان کنار برید، نمیفهمه، شعورش نداره، شما لگد مال میکنه، شما همه آیت الله هستید، قرآن هستید، کتاب مبین هستید، مخلوق حق هستید، لهم آف السماوات و ما فی الارض هستید. ولی سلیمان نمیفهمه. سلیمانی که باد و آب و آفتاب و ماه و خورشید همه در تحت تصرفش هستند، زبان مرغان میفهمه. بعد بلا فاصلم به سلیمان، از سلیمان خندش میگیره که عجب مورچه داره به همه نمیفهمی. بلا فاصله به حضرت سلیمان علیه السلام تفهیم فرمودن، بله اینجوریه، عملا تفهیم کردم. این است که بدترین معصیت همون تکبر، یعنی خود رو دانا بدانیم، خود رو کسی بپندریم. مولوی میره خدمت شمس تبریزی تا طلب میخونه، گفت که با باول پری من پر باولت ندهم. تو خیال من کسی هستی، کاره هستی، برفی کاره تا علامه هستی،
مسجد نشین پنج مسجد فتوا هستی، برو پی خورت. در هوس بال و پرش بی پر پرکنده شدم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای. رفتم و دیوانه شدم، سلسله دربنده شدم. گفت که شیخی و سری بر مسجد پنج فتوا نشستی تو. من قیلقال ندارم، پیش رو راهبری، برو پیکارت. شیخ نیم پیش نیم، آمدم امر تو را بنده شدم. پس اون استکبار را، اون ذکر فکر و صاحب ذکر فکر دم بدم و لحظه به لحظه از ما میگیره و دم بدم و لحظه به لحظه ما را به نادانیمون آگاه میکنه و بالاترین مقام عبادت فقره. خانم درویشی یک چیز خیلی ساده و حرفی است. درویش هستیم؟ بله. نه خیر. پیغمبر اکرم بعد از معراج میفرماد الفقر و فخری انا افتخر بهی علی سایر الانبیاء. بعد از معراج رفتم به کمال مطلقی رسید، تازه میفرماد درویشی با افتخار من. از دیگه به من فهمون خداوند متعال که از اسرار این خلقت و عظمت هیچ چی دست نکردم. به همجد به ما دست میدن که خودتو بشنست آقا، نیازی به مدرسه و درس و بحث و گفتگو و دانشگاه نیست، نیا برای معاشه، برای پر کردن شکمه. خودتو بشناس که تو خودتو بشناسیم. به هر یک از اجزا و اعضای بدن خودمون ما توجه کنیم، عجایب ها و شگفتی های بسیار عجیب و غریبی متحاصل کنیم. همین روده توجه کنیم، این خوراک میخوریم، خب میره تو روده یا معده. این معده چجوری تشخیص میده که موجه چشم چه نوع مواد غذایی احتیاج داره، ابرو چه نوع مواد غذایی احتیاج داره، شارب و ریش و موی سر چه نوع مواد غذایی احتیاج داره، چشم چه نوع مواد غذایی احتیاج داره، چطور با کدام دانشگاه درس خونده که غذاهای نه همه میده. و همجهت فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. خود رو بشناس یعنی چی؟ یعنی بدان که نادان، بدانیم که نادانترین نادانان عالم هستیم. نظام میفرمان هیچ کافر را به خواری من گرید، چون مسلمان مردنش باشد امید. این راه خدا بسیار راهی است باریک و کسانی میتونن این راه را طی بکنن که از خودیت خود بگذرن. و چون مرد میدان کسی نیست مگر تعداد قلیلی از افرادی که جنون الهی دارن، مگر این عده دیگران نمیتونن. لذا پیوسته بر اینها ایراد میگیرن، ایرادشون هم وارد است و درست است. برای کور مادرزاد وقتی رنگ نمیبینه چجوری رنگ را بپذیره؟ و خداوند هم میفرماد اونا که نبی یا ولی یا وسیل نشناختن و حب نبی یا ولی یا وسیل در دلشان قرار نگرفت، ختم الله علی قلوبهم و علی افسارهم و علی آذانهم غشاوةٌ و لهم عذاب عظیم. خداوند چشم و گوش و دل اونها را مهر کرده، به چیزی نمی فهمند، چیز درک نمی کنند. یا محمد به ما انت به مسلم منطق قبور، تو هم نمی تونی مرده ها را که در قبرستان شهوت مردند چیزی بفهمانی. پس در رأس تمام معاصی تکبره، فخر فروشیه، و در رأس تمام عبادات فقر درویشی.
که امیدواریم خداوند متعال ما را در زمره فقرا قرار بده.